کتاب جدیدی از دکتر جلال متینی با عنوان خاطرات سالهای خدمت رو منتشر کردم. از آقای دکتر متینی در سالهای گذشته شرکت کتاب 4 جلد کتاب چاپ کرده، نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق در 2 چاپ، چاپ اول و دوم، کتاب ایران در گذرگاه زمان، همچنین کتاب دکتر علی شریعتی در دانشگاه مشهد فردوسی و آخری که اکنون دست من، خاطرات سالهای خدمت. آقای دکتر متینی در که استاد دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین رئیس دانشگاه فردوسی بودن و اکنون ناشر و نویسنده نشریه ایران شناسی هستند که در گذشته ایران نامه را هم منتشر میکردن در خارج از کشور در امریکا، روی خط دارم ایشون رو که با ایشون گفتگو کنیم در زمینه خاطرات ایشون در سالهای خدمت در دوران پیش از انقلاب. جناب آقای دکتر متینی، درود بر شما. سلام قربان، بفرمایید. جناب دکتر متینی، روی خط برنامه تلویزیونی کتاب هستین که من مجریش هستم امروز و میخواستم در مورد کتاب جدیدی که از سوی شما نوشته شده، خاطرات سالهای خدمت، و همچنین شرکت کتاب اون رو منتشر کرده، گفتگو کنم با شما. یک بار دیگر بر شما درود. من در خدمتتونم، بفرمایید. خدمت شما عرض کنم آقای دکتر، در وهله اول در مورد کتاب سالهای خدمت اگر ممکنه یک شمای کاملی از این کتاب بدید، از چه موقع شروع میشه و به کجا ختم میشه، تا من سوالاتم رو در مورد کتاب خدمتون انجام بدم. بله، این همونجور در فهرست کتاب روشن مطلب. من در نظر داشتم راجع به سالهای خدمت هم در دانشگاه چیزی بنویسم. بعدا دوست من آقای سجادی من گفت در این کتاب قبل از دانشگاه هم مطالبی نوشتی راجع به دبیرستان البرز، آموزشگاه فنی آبادان و بعدش راجع به فرهنگستان ادب، اسمش گذاشتم سالهای خدمت. در نتیجه این شروع میشه از سال 1329 و پایان میپذیره، عرض کنم که به انقلاب اسلامی. من در این دوره در دبیرستان البرز دبیر بودم، درس میدادم دبیر ادبیات فارسی. بعد به پیشنهاد کنسرسیوم رفتم به عرض کنم آبادان، آموزشگاه فنی واسه اولین بار میخواستن زبان فارسی تدریس کنن، و بعد از اونجا رفتم به دانشگاه مشهد. علتش هم این بود که اون دانشکده آبادان که من خیلی هم بهش علاقه من بودم و بسیار هم از اونجا چیزی یاد گرفتم، این از نظر وزارت فرهنگ دانشگاه شناخته نمیشد، و در نتیجه من وقتی به مرتبه برمیگشتم به سر کارم باید میرفتم به دبیرستان. این بود که آمدم در مسابقه ورودی دانشگاه مشهد شرکت کردم برای دانشیاری زبان فارسی، قبول شدم و از اونجا دیگه رفتم به مشهد و 18 سال آخر کارم در مشهد بود و از اونجا هم عرض کنم که اخراجمون کردم. این ماجرای این کتابه. آقای دکتر، در همین صحبتایی که اولیه فرمودید، یه جا گفتید دانشگاه مشهد، یه جا گفتید دانشگاه فردوسی مشهد، یه جا گفتید دانشگاه فردوسی. میشه ازتون خواهش کنم یکم روشن کنید که به هر حال اسم این دانشگاه؟ بله، دقیقاً چی؟ این دانشگاه روزی که تأسیس شد دانشگاه مشهد بود. بنده به دانشگاه مشهد رفتم. بعد از یه مدتی عرض کنم که تشکیلات مملکتی تصمیم گرفتن که اسما رو اسم فارسی بگذارن. دانشگاه تبریز کردن دانشگاه آذرآبادگان، دانشگاه اهواز شد دانشگاه جندی شاپور، و به ما هم، من اون موقع معاون دانشگاه بودم، رئیس دانشگاه که آقای دکتر مجتهدی بود، به من منو خاص گفتش که آقای علم تلفن کردن که به دستور شاهنشاه قراره که اسم هم فارسی بشه و یه اسم فارسی پیشنهاد کنید. عرض کنم که من هم در اونجا هم عرض کنم که مطالعه کردم و گفتم بذاریم اسمشو دانشگاه خراسان. علتش این است که خراسان اسم استانه، مشهد اسم شهره، و در ضمن خراسان کلمه فارسیه. عرض کنم که
ایشون گفت پس من اینو پیشنهاد میکنم. و من گفت اینو بنویس. من یه گزارشی تهیه کردم راجع به سابقه نام خراسان و اینا در اختیار ایشون گذاشتم و ایشون هم مثل آقای علم فرستادن. بعد از اینکه دو روز آقای علم به ایشون جواب دادن که اعلی حضرت فرمودن که فردوسی باشه. خب فردوسی هم اسم بسیار خوبی بود. پس شد اسم دانشگاه فردوسی. بعد علما و آخوندها که آمدن سر کار خیلی کارها کردن. عرض کنم و از جمله این که اسم دانشگاه رو دو مرتبه برگردوندن به مشهد و گفتن دانشگاه فردوسی مشهد و آرم دانشگاه رو عوض کردن، گنبدی گذاشتن و قلم می گذاشتن از این حرفا. در نتیجه اسم دانشگاه ما اول بود مشهد، بعد شد دانشگاه فردوسی. در دوره اسلامی اینا فردوسی مشهد کردن. بله، مثل خیلی چیزهای دیگه دانشگاه گندی شاپور اهواز رو هم، یا دانشگاه گندی شاپور رو به دانشگاه اهواز دوباره. بله، اینا با هر چیزی که مربوط به ایران اینا مخالفن. فی‌الواقع نه فقط در مورد اسم دانشگاه ها، در مورد خیلی چیزا مثل پرچم ایران و و و بسیار. بله، این عرض کنم پرچم ایران اصلا رنگ ایرانی نداره. من توی مقاله مفصلی در ایران شناسی نوشتم که این از یک آرم هندی گرفته شده. اینا اون چیزی که با ایران مخالفن، جز اینکه ایران سفره پهن کرده است و اینها ازش تناول میکنن. جناب آقای دکتر متینی، من میخواستم بگم که شما در کتاب یادآوری کردین که در زمانی هم معاون دانشگاه فردوسی بودین و هم ریاست دانشگاه فردوسی و همچنین البته استاد دانشگاه فردوسی که بودین، مرحوم عبدالعظیم ولیان هم استاندار خراسان بوده و شما در چند جا در مورد مسائل و کارها و اتفاقاتی که افتاده با عبدالعظیم ولیان توضیح دادین. میخواستم ببینم که در خارج از کشور موقعی که ایشون به واشنگتن دی سی یا به اون منطقه، همین منطقه شما اومده بودن و اونجا زندگی میکردن در همون دو سه سال اول، آیا موفق شدین همدیگر رو ببینین یا نشدین یا؟ بله، ما مرتب تماس مرتب داشتیم با ایشون. عرض کنم که ایشون استاندار و نایب التولیه بود. بله. عرض کنم که یعنی اولین مقام استان رو که با دو تا فرمان از شاه بود، فرمان استانداری و فرمان نیابت تولیت. در نتیجه من در کارهای دانشگاه مرتب با ایشون تماس داشتم. وقتی به ایران به تهران می آمدم، این دوستانم ایشون نمی گفتن که آقا تو با کارهای مختلف دانشگاه مشکلاتی که داری چه میکنی؟ سوال میکنن که با ولیان چه میکنی؟ چون با ولیان سر کار داشتن خیلی مشکل بود. و من اینو روز اولی که آمدم به کار ریاست دانشگاه، ارسون به دانشگاه آمدم، اینو حل کردم. آقای دکتر مجریه که قبل از من رئیس دانشگاه بود با آقای ولیان، ولیان با او روابط خیلی نزدیکی داشت و بعد روابطشون تیره شد. موقعی که من آمدم سر کار متوجه شدم که یه آدمی اون وسط بوده است که آب و گلالود میکرده. به آقای ولیان گفتم آقا من میکنم از شما یه خواهش بکنم. گفت بفرمایید. گفتم شما هر کاری با من دارید مستقیم به خود من تلفن بفرمایید. منم اگر ارزی داشته باشم مستقیم به شما میگم، واسطه‌ای در بین نباشه. گفت مگه چیزی پیش آمده؟ گفتم هنوز یه روز بیشتر نشده که من رئیس دانشگاهیم. من رو سابقه کار دکتر مجدهی میگم که یه آقایی به اسم پروفسور معتمدی که عنوانشان قلابی بود، این آب گلالود کرد و شما موقع که مجدهی رفت روابطتون روابط تیره‌ای بود. گفتش که بله درسته. گفتم پس راهش همینه که مستقیم با هم تماس داشته باشه. خب بسیار خوبه. بعد روز بعد به من تلفن کرد که آقا یه پاکت لاک و مهر شده تمیز دادم به این افسری که گارد من هست، بیاره به شما بده. گفتم بسیار خوب. بعد از چند دقیقه اون آقای افسر آمد و پاکت داد و من عرض کنم که پاکت باز کردم، چیز جالبی توش ندیدم. بعد دیدم یه خاطر دعوت دانشگاه که واسه آقای ولیان فرستاده بودیم. دو مرتبه که نگاه کردم دیدم که پشت پاکت اسم ایشون نوشته آقای عبدالعظیم ولیان. عنوانهاش و تیتراش رو ذکر نکرده. به من گفت دکتر متینی از روزی که این
از ساعتی که این رسیده توی استانداری این پاکت رو دست به دست میگردنن، این رئیس دانشگاه ولیان تحویل نمیگیره. در نتیجه ما از اون به بعد دیگه هیچ مشکلی با هم نداشتیم. از نظر کار اداری من مشکلاتم با ایشون میگفتم، ایشون اگر نظری داشت. من منظورم این بود که آیا بعد از انقلاب در آمریکا آقای ولیان رو ملاقات کردین؟ بله. آقای ولیان عرض کنم جان به سلامت بود. اونم جز کسانی بود که حکومت توقیفشون کرد، مثل که مرحوم هویدا رو گرفتن زندانی کردن. این هم زندانی بود، این توانست فرار کرد از زندان و مدت‌ها در ایران پنهان بود و بعد آمد به آمریکا و من از اینجا باش تماس داشتم، چنان که هنوزم با خانمش عرض کنم که و خیشانش در تماس مرتب هستم. بله. خاطره ای چیزی در مورد مرحوم ولیان در امریکا ندارین آقای دکتر؟ در امریکا این بیچاره آمد اینجا، عرض کنم که یک ایرانی یک بانکی درست کرده بود، من درست مشخصاتش نمیدونم، و این چندین نفر از ایرانی ها پولاشون رو بردن پیش ایشون گذاشتن، چون اون زمان بهره و اینترست بانکی خیلی زیاد بود. ایشون هم یه پولی حدود 34,000 دلار داشت، داده بود به این. اون آقا تمام پول خلق الله رو خورد. ای بابا. و ولیان هم یکی از کسانی بود که هیچ چیزی نداشت. فقط رفت قبل از اینکه پولشو بخوره، رفت به خارج که دخترشو، پسرشو، دامادشو اینا رو آورد به اینجا و بعد دیگه موندگار شد. آدم شوخی هم بود. گاهی وقتا که من ازش می‌پرسیم آقا حالتون چطوره؟ میگه آقا من در این خانه اینجا کمپ فلسطینیا شده، از تعداد همه قوم خیش آمدن توی اتاق توی ساختمان کوچک زندگی میکردن. بله. در مورد الان صحبت میکردیم و گفتیم که یه آقای پروفسور معتمدی بود که قلابی بود و اسم یعنی رفته بود آب گلالود کرده بود در مورد آقای دکتر مشتهدی و مرحوم ولیان. این کدوم معتمدیه آقای دکتر؟ این یه آقای معتمدی است که پدر زنش سرتیب بهرامی بود، رئیس سازمان امنیت بود. این آقای سرتیب بهرامی آدم بسیار بدی بود، در حالی که بعد از اون ما یه رئیس سازمان امنیتی داشتیم به اسم آقای شیخان، سرتیب شیخان. او تمام وظایفش انجام میداد ولی آدم بدی نبود. حتی مسائلی که یه آدم یه لاقبایی مثل بنده به نظرم میرسید بهش میگفتم قبول میکرد. اون آقای معتمدی داماد او بود و به قدرت او آمد سر کار و عرض کنم که و بعدن هم دیگه برکنار شد و بعد آقای بهرامی هم آمد در آمریکا. من یه بار دیدمش دنبال کار کسی بود. ولی منظورتون از پروفسور معتمدی پروفسور قاسم معتمدی نیست که؟ نه اون که از دوستان شریف بنده بود. بله. که دانشگاه اصفهان بود، مرد بسیار دانایی بود، آدم بسیار خوبی بود. نه این یه آدم بود از این عنوان پروفسوری هم به خودش بسته بود، هیچ پروفسور هم نبود. نه خیلی، اون قاسم معتمدی که از رجال نیکنام دوران پهلویه. بله بنده خدمتشون اینجا زیارتشون کرده بودن بارها در لس آنجلس و کالیفرنیا، در حقیقت از محفلشون سود برده بودن، متاسفانه دار فانی رو ودا گفتن. جناب دکتر متینی ببخشید، چون شما اونجا شاهد بودین دلم میخواد در اون سالها در مورد جشنواره طوس هم برامون بگین، چون جشنواره طوس خب دیرتر از جشنواره جشن هنر شیراز برقرار شد. قبل از جشن هنر شیراز بود. عرض کنم که رادیو تلویزیون و یه مؤسسه دیگری و شاید فقط رادیو تلویزیون این جشنواره طوس رو راه انداختن زیر نظر شهبانو بود و اینا کارهای مربوط به خراسان اینا رو انجام میدادن. و وقتی می آمدن به مشهد من همه امکانات دانشگاه رو از نظر شبان روزی و قضا و چه و چه و چه اینا در اختیارشون می داشتم، اونا برنامه خودشون رو به خوبی اجرا می کردن. این است که اون برنامه هر سال بود. فقط یک سال یه خاطره من ازش دارم که شاید گفتنش بد نباشه. بفهمید اینها عرض کنم که می آمدن و برنامه شون رو اجرا می کردن. من مهماندار من نبودم. در یکی از این سالا
من میبایستی میرفتم به عرض کنم که یکی از نهرهای خراسان برای پیدا کردن یک محلی برای دانشکده کشاورزی. در نتیجه من اون روز اونجا نبودم. وقتی که برگشتم آقای ولیان من گفت شهوانو آمدن دانشکده شما نبودی. گفتم من میزبان نبودم اونجا، من برای یه همچین کاری رفته بودم و اینا. اون شب عرض کنم که آقای ولیان به افتخار شهبانو شامی داده بود در عرض کنم که باقا ملک آباد، تابستانی هم بود و کنار استخر، و اندرم دعوت کرده بودم رفتم اونجا. بعد از اون مذاکرات مقدماتی ایشون اشاره کرد که من بیام در خدمت شهبانو. رفتم اونجا و عرض احترامی کردم و ایشون از من پرسید که شما مسئله مشکلی دارید در دانشگاه بگین. گفتم والا ما مشکلاتمونو مرتب به دفتر مخصوص میگیم و بسیاریش هم حل شده، ولی یک مشکلی ما داریم که حل نشده. گفت مشکل چیه؟ گفتم مربوط به زایشگاه. گفتم ما سابقا زایشگاه برای بسیار کار تعلیماتی بود، حالا پیش شده است که تمام بیماران زایش زنان و اینا میان اونجا واسه کار زایشگاه و از این حرفا، و ما تخت نداریم، اضافه کردیم دو برابر سه برابر ولی جواب نمیده، و ناچار شدیم که روی هر تخت دو نفره بخوابونیم. خانم که حالا بنده بشون در ارتباط هستم یک نگاهی با شکفتی کرد، گفت دو نفر روی تخت میخوابن؟ گفتم بله. گفت چجوری؟ گفتم سر این کنار پای اونه و پای اون کنار سر اون. نگاهی کرد و گفت من ببینم میتونم کاری بکنم، و گفتگوی ما تمام شد. وقتی من جدا شدم از من اون آقای شیخان که مرد بسیار خوبی هم بود پرسید که دکتر متینی تو چی به شهبانو گفتی که ایشون ما تو متحیر مونده بود؟ ماجرا رو گفتم. گفت سر شام وقتی این نسیه همچه حرفی تو بزنی. گفتم اگر این مشکل ما رو یه نفر بتونه دستگاه حکومت ایران بفهمه این خود این خانمه. این خانم چندین بار گزارش به زایشگاه افتاده، میفهمه که مشکل ما چیه. در نتیجه این هم از خاطره از اون دوره. به حل شد بالاخره؟ بله بله، یه مقداری امکانات شد، ولی مشکل اون مملکت این بود که گرفتاری ها یکی دوتا نبودی، دوتاشو حل میکردین یکی گشت میموند، ولی اون گزارشی ما دادیم مؤثر واقع شد. من آقای دکتر در جشنواره توس در خود مشهد اتفاق میافتاد یا اینکه میرفتن در آرامگاه فردوسی در توس؟ نه نه نه، این جشنواره در مشهد بود و یک جلسهش من یادمه که یک شاهنامه خوانی داشتن و پای آرامگاه فردوسی فرش انداخته بودن و متکا گذاشته بودن و بالش گذاشته بودن و شهبانو اونجا نشسته بودن. ما هم رفتیم در اونجا عرض کنم که، و در اونجا مسئله جالب این بود که یک نفری انتخاب شده بود از بین شاهنامه خوانهای شهرستانهای مختلف به عنوان فرد شاخص، آمد اونجا شاهنامه خوند و یه جایزه هم ملکه به ایشون دادن. اما مسئله جالب این بود که این بعد از کارش که تموم شد من ازش پرسیدم که شما کجا هستین؟ گفتش که در شهر کرد اصفهان هستم. گفت من عرض کنم که در اونجا کار میکنم، اونجا زمستانهای سختی داره، زمستانها که میشه با هفته یه بار دو هفته یه بار در خونه یه نفری جمع میشیم و شروع میکنیم به شاهنامه خوندن، و در نتیجه در آرامگاه فردوسی یکی دو بار مراسم اونجا انجام شد. چندین بار مراسم سخنرانی ها بود که در دانشکده ادبیات بود. آیا جشنواره توس رو ادامه داده جمهوری اسلامی در بعد از انقلاب؟ شما در جریان هستید؟ آقا کدوم کار قبل از انقلاب بعد از انقلاب ادامه پیدا کرده؟ بله اونا دشمن هر چیزی بودند و هستند که راجع به ایرانه. ها شما بیان شاهنامه رو عرض کنم که مجلس رو شش بگیر اینا موافقت بکنن.
این موضوع جشنواره توس دو سه بار مطرح شده در خارج از کشور آقای دکتر متینی، و بزرگداشت فردوسی بزرگ رو یکی دو بار شرکت کتاب انجام داده. من امیدوارم که سال آینده بتونم یک جشنواره‌ای رو هرچند در سطح کوچک غیر دولتی و از طرف یک سازمان‌های خصوصی را بندازیم در خارج از کشور و مقام پر اهمیت فردوسی رو همچنان نگه داریم حداقل. بسیار بسیار فکر خوبیه. عرض کنم که هر چه در مورد فردوسی گفته بشود کمه. این یک استثنایی بوده است در تاریخ ایران و در ادب ایران، و اگر شاهنامه سروده نشده بود ما تاریخ قبل از اسلاممون رو نمیدانستیم چیزی. فردوسی بود که اون دوره رو زنده کرد برای همه ما، و خب بعدن هم تحقیقات جدید اروپایی ها و بعد ایرانی ها عرض کنم که تاریخ ایران قبل از اسلام رو به صورت علمی زنده کردن. اگه این کار بسیار کار خوبی انجام میده. چشم آقای دکتر، توصیه شما رو هم اضافه میکنیم به این کاری که میخوایم انجام بدیم. آقای دکتر متینی، اجازه هم مجددا درود بر شما. میخواستم در مورد اون پوست خربوزه‌ای که زیر پاتون گذاشتن در مورد پیشنهاد نامگذاری یه بخش پزشکی شاهرضا رو به نام اسدی و تقاضاش از شاهنشاه از اون سوال کنم. یادتون هست؟ عرض کنم که این مسئله بیمارستان شاهرضا در مشهد اولین بنای رضا شاهی است که در ایران اصولا ساخته شده. رضا شاه درس نخونده بود، دیپلم نداشت، پروفسور نبود، ولی شعورش از همه اینا بیشتر بود. او عرض کنم که کاری که در زمان او انجام شد برگزاری مراسم هزاره فردوسی بود. ایران اون موقع هنوز هتل نداشت، ماشین نبود، هیچ چیزی. در مشهد مراسمی گرفتن، اول در تهران در تالار دارالفنون سخنرانی‌ای شد، بعد رضا شاه با مهمانان خارجی راه افتادن از تهران رفتن به مشهد و به توس. امکانات بسیار کم بود، ولی طوری عمل کردن که خارجی ها خلاصه خیلی ناراحت نباشند. در مشهد اونه که ماشین داشتن که تعدادشون کم بود، ماشین هاشون رو در اختیار گذاشتن. عرض کنم که هتل نبود، در خانه ها ازشون پذیرایی میکردن. ولی اولین کنگره جهانی که در ایران تشکیل شد کنگره فردوسی بود که رضا شاه آمد افتتاح کرد، و عرض کنم که بنای آرامگاه ساخته شد در اونجا، و این حادثه بسیار مهمی بود. و بعد مجموعه سخنرانی های دانشمندان خارجی و ایرانی که در اونجا ایراد شده بود، اینها در یک کتابی به اسم هزاره فردوسی چاپ شد. بله. متاسفانه آخونده که سر کار آمدن ضمن همه کارا رفتن سراغ این آرامگاه. آرامگاه رو نمیتونستن از بین ببرن، ولی در کتیبه های اون نوشته شده بود که این در سال فلان حالا حضرت فلان آمدن اینجا و اینجور شد. اینا عباراتی رو که روی سنگ نوشته شده بود در باب این موضوع و اشاره کرده بود که شاه آمده است اینجا، اینها رو همه رو پاک کردن. و من کسی رو از دوستانم که در ایران بود محرمانه خواهش کردم رفت و اینها رو دید و برای من فرستاد، و من در ایران شناسی چاپ کردم که اینا صورت اولش به چه صورتی بوده و حالا به چه صورتی در آمده. ولی قدرت کلام فردوسی به اون صورتی که اینا تمام با تمام کوششی کردن در ایران هنوز شاهنامه خوانی مراسم بزرگداشت فردوسی دقیقا اجرا میشه. یعنی به این صورت که گفت مردمی که میرن به زیارت امام رضا، عده بسیاریشون از همونجا میرن به توس به آرامگاه فردوسی، و به قول کسی میگفت که مثل تصورشون این است که زیارتشون قبول نیست مگر اینکه به طاووس فردوسی برن. دکتر متینی، یکی از سوالاتم در مورد مرکز پزشکی شاهرضا هم بود، و تا
تقاضای شما از شاه فقید برای نامگذاری یکی از بخش‌های اون. آها من یادم رفت. بله بله. حتی بگم عرض کنم که بیمارستان در اون دوره ساخته شده بود، کهنه بود، به سیستم قدیم قدیم. اعلی حضرت محمد رضا شاه علاقه من بود که این بیمارستان نوسازی بشه ولی شکل ظاهریش در همه جا یکسان باشه، تغییر نکنه. یعنی یه آدمی که اون رو سالهای پیش دیده با سالهای بعد تفاوتی درش نبینه. به این جهت دانشگاه رو مأموره که این نوسازی کردن و سالها هر سال یه بودجه در اختیار دانشگاه میذاشتن و یه قسمتی از این کارها انجام میشد. سال آخری که من مسئولیت دانشگاه داشتم کار تمام شد و قرار شد که اعلی حضرت برنامه برای بازدید در اونجا داشته باشن. سال آخر یعنی چه سالی آقای دکتر؟ مثلا فرض کنید دو سال قبل از انقلاب. بله. یک سال، دو سال قبل از انقلاب. عرض کنم که موقعی که این برنامه قرار بود اجرا بشه، آقای ودیان دو بار پیام آقای علم رو به من داد که آقای علم گفتن فلانی وقتی اعلیحضرت میان برای افتتاح تقاضا بکند که یک سالن یه بخشی از این بیمارستان به نام اسدی باشه. دو بار اینو گفت ایشون و در مطمئنن دروغ هم نگفته. هر چون ما تمام کارار کردیم و اعلیحضرت آمد و بازدید کرد و همه جارها را داستانش من نوشتم ولی اینجا دیگه گفتنش ضرورتی نداره. قرار بود که این به پیشنهاد ایشون یه بخشی رو به اسم اسدی بگذاریم. اسدی نایب التولیه آستان قدس بود در زمان رضا شاه و مورد غضب قرار گرفت و تیرباران شد. داماد محمد علی فروغی هم بود. بله بله داماد محمد علی فروغی هم بود. بله 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 بله, بله. فروغی چوب اون کارم خورد. عرض کنم در هر حال در اینجا که صحبت نوسازی اینا بود، کارا که تموم شد عرض کنم که من دنبال فرصتی میگشتم که این مطلب رو به عرض شاه برسونم. نمیشد. بالاخره اون دمی که ایشون با دانشگاهی ها خداحافظی کرد و آمد رو به هلیکوپتر که سوار بشه، تنها من در خدمتشون بودم. رفتم دم هلیکوپتر، دیدم فرصت در از بین میره. همین که ایشون عرض کنم که رسیدم به دم هلیکوپتر، گفتم قربان بنده یک استدعایی دارم، اجازه بفرمایید عرض کنم. ایشون ایستادن و گفتن که چیه؟ من عین ماجرا رو گفتم، منتها نگفتم که این رو آقای علم گفته یا ولیان گفته. یه شکل دانشگاهی هم بهش دادم که در شورای دانشکده و دانشگاه تصویب شده. وقتی گفتم ایشان یه نگاهی به من کردن، گفتن که با عباراتش تقریبا همین جوری که توی کتاب هم آوردن، گفتن که شما اسدی رو میشناسین؟ گفتم بله قربان. گفتن اسدی کی بوده؟ گفتم اسدی نایب التولیه آستان قدس رضوی بود. گفتن سرنوشتش چی شد؟ من آقا معلم نابارد گفتم که به حکم دادگاه نظامی تیرباران شد. حالا حضرت فرمودن که کسی که به حکم محکمه این دادگاه نظامی اعدام میشه، بنایی رو به اسم او نمیگذارن. بنده تعظیم میکردم و ایشون دستشون رو دراز کردن، اظهار تفقدی کردن، رفتن. در نتیجه از بغل گوش بنده در رفت. بله. حالا معلوم شد که بالاخره چی بود داستان؟ یعنی پوست خربوزه هیچ روشن نشد. اونجا که من فرصت پرسجو نداشتم. فقط یادم همون آقای شیخان که مرد بسیار خوبی بود به من گفتش که با ما با اعلیحضرت دو نفری چی میگفتیم. من بهش گفتم ماجرا رو. گفت اگه به من گفته بودی من میگفتم این کارو نکن. گفتم آقای شیخان من این راهنمایی شما رو قبلا به من راهنمایی کردید و من موقعی که رئیس دانشگاه شدم در نظر گرفتم که بخش کودکان بیمارستان شهناز رو به نام دکتر سامیراد مؤسس دانشگاه که استاد بیماری های اطفال بود نامگذاری بکنم. گفتم شما، من توی جلسه‌ای داشتم با دو نفر صحبت میکردم، شما متوجه شدید و من گفتین فلانی این کار نکن. من بخوام شما سامیراد نمیشناسین، این شخصیت ممتازی بوده. گفتن نه من اینا رو میدونم،
ولی اصل بر این است که اگر این ساختمانی به نام یکی از افراد خانواده سلطنتی باشه، بخشی از اون رو به نام دیگران نمیگذاره. گفتم اینو من میدونستم و اون کار رو نکردم. ولی وقتی آقای علم دو بار قرص و قایم این پیشنهادی کرده بودم، من فکر کردم ایشون مقدمات کار رو فراهم کردن. معلوم شد نه مقدم. بعدم من دنبال کردم، هیچ کسی نمیدونست. سراغ آقای دکتر باهری رفتم، خدا بیامرز حکمت خوبی هم بود و با آقای علم هم بسیار ارتباط داشت. گفت والا من هیچ چیزی که با سند همراه باشه ندارم، همین مطلبی که شما گفتین. گفتین این گرفتاری عرض کنم که برای فروغی هم پیش آمد، داماد فروغی ها بود و در هر حال کار قصر در رفتیم در ایران. بیخ پیدا نکرد آقای دکتر؟ بله عرض کردم بیخ پیدا نکرد. هیچ پیدا نکردیم. تنها مطلب همین مطلبی بود که آقای چیز به من گفت، همون مطلبی که شما میدونستید، بنده هم میدونستم که اینا یه همچین ارتباطی داشتن. ولی یکی گفت شاید میخواستن بیره پاییز رو جارو کنه. گفتم من آدمی نبودم که من به زور منو آوردن رئیس دانشگاه کرده بودن. چندین بارم گفته بودم استعفا میدم. نه معلوم نشد چی بوده. یکی گفت شاید عرض کنم که خیشان اسدی فشار میوردن به اینکه این کارو بکنه. اونم گفتم خب اگر اعلی حضرت پدر بنده رو در آوردن کی جواب کی جواب بود؟ آقای دکتر در زمانی که شما ریاست دانشگاه رو به عهده داشتین، علی شریعتی هم درگذشت. من نخونی که در دانشگاه بودم، علی شریعتی استخدام شد تا موقعی که در لندن فوت شد. ما یکی از مشکلاتمون دکتر شریعتی بود، هنوزم هست. هنوزم طرفداران ایشون میگن دکتر متینی شریعتی در دانشگاه اخراج کرد و اون ناچار شد بره حسینیه ارشاد کار بکنه. این یک دروغ بزرگی است. من آرها نوشتم اینو، مطلقا چنین چیزی نبود. عرض کنم که ایشون سخنران بسیار خوبی بود و من نوشتم تو همه خاطرات که به نظر من هیچ معلمی در دانشگاه ما اینقدر دانشجویان طرفدارش نبودن که طرفدار شریعتی بودن. خیلی خوب صحبت میکرد. اونم در اون زمانی که یک کلمه اگر شما میگفتید نامناسب بود ممکن بود سر صدا بشه. در نتیجه شریعتی برخلاف مقررات استخدام شد با دکتری دانشگاهی که ما براش ارزشی قائل نبودیم. 6 سال 5 سال در دانشگاه ما به عنوان استادیار درس داد. عرض کنم که بعدنم که فوت شد من میدونستم که خلاصه سر صدا خواهد شد. بلا فاصله اون موقعی که مسئول دانشگاه بودم، آگهی مجلس ختم برای ایشان دو تا نوشتم، یکی برای کیهان و یکی برای اطلاعات تهران و دو تا برای روزنامه های مشهد. سریعا شبانه فرستادم، اونام چاپ کردن. روز بعد یا دو روز بعد یکی از آشنایان شریعتی از خانوادهشون آمد پیش من که بله پدر شریعتی محمد تقی شریعتی از خبر فوت پسرش رو شنیده، از عرض کنم که یا کشتنش و اینا ناراحت است و اینا. ما خیلی تشکر میکنیم که شما یه همچین کاری خواستید بکنید، مجلسی بگیرین، ولی ممکن است که اون مرد به علت ناراحتی نتونه بیاد. من همونجا خوندم که اینا میخوان بایکوت بکنن چون دانشگاه دولتیه، اینا نمیخوان شریعتی با دولت سر کار داشته باشه. بلافاصله آگهی دیگری نوشتم که این مجلس به بعد موکول شد که هرگز هم عرض کنم که تشکیل نشد و دولت میخواست از این رو از دست مردم بگیره. آقای ولیان یه روزی من تلفن کرد که چون این آقا استاد شما بوده است و برای احترام دانشگاه ما حاضریم که یک محل خیلی خوبی برای قبر ایشون در آستان قدس بدیم، در حالی که من نوشتم ایشون دانشیاری بوده، استادیاری بوده، مقام علمی هم نداشته. اونها طرفداران شریعتی دست دولت خوندن، اونها جمع شدن در لندن. پسر شریعتی هم کنوز 16 سالش بود در آمریکا درس آوردن در اونجا و خلاصه تصمیم گرفتن که جنازه رو ببرن به زینبیه شام و به همین صورت هم بردن در زینبیه دفن کردن. و عرض کنم که ولی هم بنده هنوز که هنوز گرفتار شریعتی هست. آقای دکتر شما در دوران خدمتون در مشهد علی خامنه ای رو که اهل مشهد بود یا در مشهد زندگی میکرد رو هیچ وقت دیده بودین؟ چون
در کتاب خاطرات دیدم که ایشانو شخصا ندیده بودم. میدونستم که ایشون با چند نفر که شعر میگن و اهل سرود و از این حرف هستن جلساتی دارن، ولی یک موردشو میدونم که اینو آقای ولیان من گفت. اینها 6-7 آخوندی بودن که شلوغ میکردن در مشهد. یکیش آقای خامنه‌ای، یه فقیه فعلی بود. اینها رو کمیسیون امنیت مشهد تبعیدشون میکنه به شهرهای مختلف، از جمله آقای خامنه‌ای تبعید میشه مثل که به زابل یه همچی جایی. آقای ولیان رسما یه روز تعریف کرد، گفتش که من دفترم نشسته بودم، از سازمان امنیت تلفن کردن که دو تا از اون آخونده تو خیابون تو مشهد دارن راه میرن. ولیانم آدم تندی بود و بد زبان، حالا چی گفته بود من نمیدونم، خلاصه میگه این داره بیارنش. میگفتش که اینا رو ماموری آمد گفته تا آخوند رو آوردن از سازمان امنیت رو، گفتم بیان تو. گفتش که اونی که خامنه ای باشه آمد و صاف اومد روی مبلی کنار دست من نشست. اون یکی همون در وایساده، دم در وایساده بود و اتفاقی که گفتش که من مرتکب خطایی شدم، جرم شدم، زن و بچه‌ام اینجا بودم، دلم تنگ شده بود آمدم اینجا. گفت من اونو گفتم که برگردونم به خونه زندگیش، ولی گفت هر چی من به این علی خامنه‌ای گفتم بله همش میگفت حالا که میتونید بگین. خب البته ما هم دستور داریم که سوار ماشین جیپی کردن روباز در تابستان حضرت رو از مشهد آ زابل دوار بردن و از اونجا تحویل شهربانی دادن که با اتوبوس بردن. من خودم ایشان رو ملاقات نکرده بودم، ولی این داستان گفتم برای شما که جالبه. آقای دکتر آخرین سوالمو میکنم ازتون و اون اینکه شما در خارج از کشور مدیر و ناشر و سردبیر هم ایران نامه بودید و در حال حاضر هم ایران شناسی. میخواستم ازتون بپرسم با توجه به اینکه ایران نامه متعلق به بنیاد مطالعات ایرانه و مرحوم شاهزاده اشرف پهلوی بنیانگذار اون بوده، نظرتون رو میخواستم در مورد بنیاد مطالعات و کاری که شاهزاده اشرف پهلوی انجام داده، شاهدخت اشرف پهلوی انجام داده، ازتون سوال کنم. والا من کارم اول بر همون بنیاد شروع کردم. من با بنیاد سر کاری نداشتم، با خانم مهناز افخمی و همسر محترمشون آقای دکتر افخمی هم در ایران اصلا نمیشناختم. اینا رو من آدم بودم مشهد بودم، گاهی میومدم از تهران واسه کارهای اداری برمیگشتم. اینجا که آمدم عرض کنم که بعد معلوم شد که بنیاد در صدد است که نشریه منتشر کنه. دوست من آقای احمد قریشی، دکتر احمد قریشی که رئیس دانشگاه ملی بود، او با اینها تماس خیلی مستقیم داشت. به اونها گفته بود که آقا فلانی رو دعوت کنید. دکتر قریشی هم بنا به پیشنهاد آقای دکتر یارشاطر این کار کرده بود. دکتر یارشاطر سوال کرده بودن، او گفته بود آقا دکتر متینی اینجاست، شما چرا از اون استفاده نمیکنید؟ در نتیجه من کارم رو در بنیاد شروع کردم. کاری که والا حضرت اشرف کرده است یه کار بسیار بزرگی بود. حالا ما قرار به همه فوش بدیم، فوش هم بدیم. ایشان در اون موقع 5 میلیون دلار اختصاص داد برای بنیاد مطالعات ایران. و البته عرض کنم خود اون خانم اهل این کارا نبود. اون کسی که این خانم رو وادار به این کار کرد خانم مهناز افخمی بود که از دوستان نزدیک این خانم در ایران بود. در نتیجه اون خانم عنوان کرد که من 5 میلیون رو همکنون ندارم، میتونم تا 5 سال بهره پول رو به شما بدم و بعد 5 میلیون رو. بهره پولم اون موقع خیلی اینترس بالا بود، سالی 300 یا 350 هزار دلار به بنیاد میدادند و این برنامه اجرا شد. من اونجا بودم و 7 سال ایران شناسی رو در اونجا مطالعه ایران نامه. و واقعیتش این است که این کاری که خانم اشرف پهلوی شاه دو اشرف پهلوی کرده کار بسیار بسیار بی‌نظیریه.
آقای دکتر متینی گرامی، متاسفانه برنامه من وقتش تموم شد. شما به کارتون برسید. بله، خیلی سپاسگزارم. قربان. سلامت باشید و موفق. خیلی محبت کردین. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، کتاب خاطرات سالهای خدمت دکتر جلال متینی رو حتما یادآوری میکنم که یادداشت کنید و از سه تا کتاب فروشی کل فروغ آلمان در کل، در کل آلمان و کتاب فروشی پگاه در تورنتوی کانادا و کتاب فروشی شرکت کتاب در لس آنجلس بخواید. ضمناً بگویم که 12 جون یک جشنواره کودکان به راه انداختیم. جشنواره کودکان در 12 جون در کتاب فروشی شرکت کتاب خواهد بود. ازتون خواهش میکنم که حتما به این برنامه توجه کنید. هفته آینده و هفته های آینده در مورد این جشنواره گفتگوهای مفصلی با دست‌اندرکاران این برنامه خواهم داشت. روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.